چطوره؟ احوالتون چطوره؟ خیلی مخلصیم، خیلی دوستون داریم، دم همگی گرم. سلام بچه ها، چطورین؟ حالتون خوبه؟ خیلی دوستتون داریم، دم همتون گرم که تا اینجای کار با ما همراه بودید. امروز اومدیم یه صحبت کلی، یعنی یه جمع‌بندی خیلی کلی، حالا بعدا زیر شاخه‌هاش هم میگیم تو ویدیو آینده، یه جمع‌بندی کلی در باب زمستون گذرونی و کلا همه چیز دیگه. در مورد زمستون گذرونی هر چی بیشتر چیزا نیازه. حتی میگیم درباره زنبور صحبت کنیم، یه ذره گپ بزنیم، میگیم چیکار می‌کنیم، چیکار نمی‌کنیم، چه خبرها، چیکارا می‌کنیم، خوبین، سلامتین، دم همگی گرم. ساب می‌کنین ما رو، مشترک شدن رو می‌زنین، لایک می‌کنین، کامنت می‌ذارین، به بچه‌های دیگه معرفی می‌کنین. این کانال رامسرهانی یه تعامل خاصی با بچه‌های ما داره، همه با هم دیگه رفیقیم، یه داریم یه محتوای خوب تولید می‌کنیم که همه استفاده کنیم، لذتش رو بریم. خیلی مختصیم، دمتون گرم. کامنت ها که واقعا بی‌نظیر. آقا من یکی آره من یکی از چیام چی میگن خروس دارن داد میزن، یکی از چی می‌خواستم بگم، کامنت ها رو بخونه. من هر روز که صبح خواب بلند میشم، اولین کاری که میکنم میام کامنت های بچه ها رو میخونم. خیلی حال میده، خیلی باحاله، خیلی لذت بخشه. دمتون گرم. بریم سراغ از کجا شروع کنیم؟ از زمستون گذرانی. اصلا از نظر من از اولین چیز این سوال خیلی بزرگ بچه ها راجب کندوها رو پاسخ بدیمش. بچه ها مثلا میپرسین ما کندوی کفباز داریم، سرد میشه، نمیدونم دریچه هواش فلان جاه. بچه ها یه صحبت کامل که همیشه گفتیم، همیشه میگیم و همیشه میدونم باید بگیمش، کندوی کفباز نیاز به هیچ گونه دریچه تهویه هوایی نداره. یک، هر پلاستیکی روش گذاشته میشه برای پلم شدن و جلوگیری از جریان هوا. دو، اون کفش که بازه میبینین عایق هوا داره، یعنی کلن کندوی کفباز ساخته شد برای زمستون گذرونی. راحتتون کنم دوستان، واسه جلوگیری از اون رطوبتی که شما تو زمستون باهاش مواجه میشین، اون درصد رطوبت، اون کپک زدگی، اون سرمای بیش از اندازه که داخل چوب اتفاق میفته، کندوی کفباز ساخته شد که این اتفاقات دیگه نیفته. بچه ها اگر خیلی نگرانین، اگر خیلی میترسین از سرما، اگر سرمای مثلا 20 درجه زیر صفر، 15 درجه زیر صفر، 30 درجه زیر صفر دارین، کفشو ببندین. اصلا نیازی به نگرانی نیست، نیازی به چی نیست. به نظر من اصل نگرانی باید واسه یه کندوی کف بسته باشه. آره این کندو کف بسته ها که اینا همه کف بازه، کندو کف بسته ها که جعبه است، اصلا توی زمستون یه چیز عجیب غریبه، یعنی میتونه نابود کنه. یکی از اون عواملی که میتونه نابود کنه این بخاری که توش جمع میشه. بعدا میری درشو باز میکنی، توی مثلا زمستون میبینی مثلا توش آبه، مخصوصا برای کندوهای ضعیف مثلا 4-5 قاب میبینی خیلی بدتر. حالا قوی ها که راحتن، کپک میزنه، اصلا خیلی داستان داره. الان مثلا این کندو کف بازا اصلا غارتگری نداریم توش، ولی تو کندوی کف بستا غارتگری داریم. یکی اینکه روشو باید حتما یه چیزی بذاریم، اگه هم نذاریم غارت میکنن. من خودم نمیذارم، چند تا غارت شده. حالا اون کفش هم که هوا نمیکشه، فقط از در هوا میخواد بکشه، روش هم یه چیزی بذاریم دیگه خیلی داستان. پارچه میذارن، کپک میزنه، کیسه میذاری کپک میزنه، یه بهت بگم جای میکروباز، همه نوزمان فلان، همه اینا سر همون کندو کف بسته است. اتفاقا همین امروز داشتم یه جد داشتم مطالعه میکردم برای یکی از دوستان تازه خیلی با تجربه، 40-50 سال تجربه زنبورداری، یه حرفی خندمون گرفت. اصلا برگشته میگه شما دیگه تو زمستون بیخیال زنبورای ضعیفت باش، نمیدونم دیگه زنبورای 5 قاب 6 قاب دیگه همه تلف میشن. چرا باید تلف بشن؟ آخه اصلا قابل معنا نیست همچین چیزی. توی کندوی کفباز ما داشتیم 2 قاب. آقا اصلا همین کندوی خودم بچه ها با ما بودن از اول دیگه، دیدم مثلا کندو کفباز ها که ما هم اول زمستون اومدیم خوراک برشون میذاریم، 2 قاب 3 قاب بودن، تا آخر روز به 2 طبق رسید و 1 طبق رسید. اصلا ربطی به این موضوع داره؟ حالا از بس کندو که بیایم کنار، این برای زمستون گذرونی، چون این ویدیو خیلی جامع است برای زمستون گذرونی، اولین چیزی که برای بچه‌ها پیش میاد این که ذخیره عسل کندو چقدر باید باشه. همه میپرسن، خیلی مهمه، همه میپرسن که ذخیره عسل کندو چقدر باید باشه، اگه کمه چجوری برسونیمش به اون، اگه زیاده که چجوری باید ورش داریم، چیکار کنیم چیکار نکنیم. بچه‌ها
طی تحقیقاتی که شده ما میدونیم بدون منبع کلا صحبت نمی‌کنیم، یا از تجربه خودمون صحبت می‌کنیم یا از منبع‌های معتبر که تو سایتمون هستش می‌تونیم بریم بخونیم. اولین چیزی که پیش میاد این که برای یک کندوی 10 قاب حدود 15 تا 20 کیلو عسل می‌خواد، یعنی اینکه هر قابی 1.5 تا 2 کیلو عسل می‌خواد. این یه چیز طبیعیه. اگه کمه شما باید تغذیه کنید. اگه جاتون میتونه شربت رو برداره، نگاه کنیم شربت برداشتن خیلی مهمه. اگه زنبور میتونه شربت رو برداره و هوا مناسبه، شما میتونین شربت برای ذخیره عسل بدین که 2:1 خیلی مناسبه. دقیقاً. شاید بچه‌ها براشون سوال بشه چرا انقدر کم مصرف میکنن عسل. خب دوستان، زمانی که دما از یه حد مثل 57 درجه 60 درجه فارنهایت به پایین، یعنی یه چیزی هلوهاش میشه تو کنم دوروبر 10 درجه به پایین، وقتی که دما میاد زنبور کاهش فعالیت داره، میرسه به صفر، زنبور میره توی خوشه. توی خوشه یعنی چی؟ یعنی یک حالت نیمه زنده. در حال چه کاریه؟ در حال اینکه خوشه رو جمع میکنه، ملکه در وسط، جوونا در وسط، تخما، لاروایی که مونده در وسط، خودش دورش حلقه میزنه و این باعث گرما میکنه. این گرماش یه چیزی هلوش نزدیک 96 درجه فارنهایت، یه چیزی هلوش نزدیک 30 تا 37 درجه سانتیگراد داخلش گرماه و شروع میکنه با اون گرما هدایت شدن به سمت جایی که عسل داره و خوراک کردن. این خوشه کردن باعث میشه که میزان مصرف عسل بیاد پایین، و وقتی میاد پایین دیگه به طور متعادل دیگه هلوش 1.5 کیلوگرم واسه هر قاب نیازه، ولی شما همیشه دست بالا بگیرید. آره. بچه‌ها بعضی‌ها نگرانن، مثلا میگن که آقا اصلا وسط غذاشون تموم شد چیکار کنیم؟ خب بچه‌ها خمیرشینو برای همین لحظات گذاشتن که آقا شما یه زمانی به مدت تموم میشه میتونی با تغذیه‌های خوش مثل خمیرشیرین با غنی شده هاش، حالا هر چه بیرون هستش بسته‌بندیش خودتون میتونین درست کنین. همین شرکت‌های ایرانی داریم که خیلی هم خوبن، از همونا میتونین بگیرین. بذاری اصلا نگرانی نره. اگه الان مثلا 25 ششم شهریور ما هستیم این حرفو بزنیم عسل کم دارن، الان نگرانیه، ولی مثلا وسط زمستون دیگه نگران نشو، میتونیم بهش غذا الان نگرانی، شما باید الان تغذیهش کنین که عسل مناسبش برسه. من همیشه تو ویدیوها گفتم که عسل تغذیه برای زمستون گذرانی خیلی بهتر از عسل طبیعیه. من همش مثلا اول شهریور ویدیوشو درست کردیم، گفتیم که آقا عسلاتونو برداشت کنین، جای تخریزی ملکه باز بشه که تخم بریزه، بعدم بهش تغذیهش کنین که ببنده، مشکل نداره. عسل تغذیه خیلی بهتره برای زمستون گذرانی تا عسل طبیعی. عسل طبیعی رو میتونیم بفروشیم. ولی بچه بعضی از بچه ها اگه طمع بکنن همه عسلا رو بردارن، امکان داره مثلا کندو دچار ضعف هم بشه. دقیقاً، چون برای فکر کنم حدود 8 کیلوگرم عسل تغذیه که بخوایم استفاده کنیم، شما چه حدود 10 تا 12 کیلو شکر و آب نیاز دارین تا بتونین اون عسل کمبودش رو برسونین به میزان مورد نظرش. و اینکه بچه ها نترسین، این ترس اصلا یه چیز بیمعنیه، به ترسین بدتره. آره. باید انقدر کنترل داشته باشین که بتونین هندل کنین این اتفاقات رو، عکس العملای به موقع اجرا کنین. ترس فقط و فقط ایرادات شما رو زیاد میکنه. یکی دیگه از موضوعاتی که بچه ها خیلی میپرسن، واقعا هم سواله، چون هر کی شما سوال کنی از هر زنبور داری نسبت به اقلیمی که داره به شما جواب میده، اینکه از کی این زنبور سازی رو شروع کنن. خب ما توی شمال زمین چه لوش فقط 63 ماه سرما داشته باشیم، یعنی پاییز ما خوبه تا آبان ما هم خوبه. یه جا میبینین شما از اول مهر سرما دارین. این خیلی بحث مهمیه، خیلی بچه‌ها سرش ایراد دارن، میگن خب الان شما الان شروع کردین پس ما هم الان شروع کنیم. نه بچه‌ها، شما باید به اقلیمش توجه کنین، اینکه دقیقاً شما حلوش مثلا 2 ماه و نیم 3 ماه حداقل باید فرصت داشته باشن برای زنبور داری، اینطور نیست؟ بله. من میگم که مثلا الان مثلا ویدیو 1 ماه پیش ما نگاه، من گفتم شما شروع کنین، زودتر شروع کن، ولی الان بهترین موقعیتی که کیک گرده و شربت شروع کنین. حالا من یه ویدیو قبلی اگه دیده باشین، این بالا مگه پایم اگه بذاره ویدیو قبلی رو، من کامل توضیح دادم. اولین کاری که شما میکنین عسل برداشت میکنین، فشرده میکنین کندو رو، فشرده سازی میکنین کندو رو سه بار گفتم، خیلی مهمه. فشرده سازی میکنین، بعدش داروی کنکشی میدین به زنبورا، کنکشی که کردین بعد از اون شروع میکنین به تغذیه. اولین کاری که میکنین کیک گرده، شربت، تغذیه میکنین تا زنبور سازی، جمعیت سازی بره بالا، تا زمستون گذرانی خوبی داشته باشین. همینو بس، این دیگه تنها کاره. بقیهش دیگه
اگه هر کس هر زنبورداری هر دلیلی داره هر تجربه داره دیگه تجربه شخصیشه تجربه شخصیشه که بعضیا با مولتی ویتامین ها بعضی با پروبیوتیک ها تغذیه میکنن و همه اینها دیگه دست خودشونه. من بنده اینجا که هستم بلد نیستم از مولتی ویتامین ها از مواد مغذی، ولی میتونین تحقیق کنین دربارش، اونها میتونه به شما کمک کنه. ولی من فقط که گرد دادم احتمال داره که در آینده پروبیوتیک ها رو هم امتحان کنم، یه زنبور دارم پروبیوتیک ها هم امتحان کنم چون که خیلی مهمه. حتما حواستون باشه دیگه، الان دیگه زمانی نیست که شما زنبور رو بذارین هفته یه بار دو بار یا 10 روز یه بار سر بزنین. اقلیمتون رو نگاه کنین دوستان، اقلیم مهمترین چیزه. هر چی ما بگیم باید گفته های ما مثل علائم ریاضی به اضافه و جمع و ضربه، شما ما بهتون اینا رو میگیم، شما باید از چیزایی که دارین باهاش استفاده کنین، تحلیلش کنین نسبت به شرایطی که دارین و ازش استفاده کنین. اینها چیزای ثابتیه، ثابته یعنی اینکه قوانینش ثابته، ولی اونجوری که شما استفاده میکنین درسته. دیگه سر بزنین به زنبوراتون، بررسی کنین میزان کنه، نمیدونم میزان شهدی که داره میاد، مقدار ذخیرهش، مقدار جمعیتش. آقا الان هوا داره کم کم به خنکی میره، باید تغذیه کنی، باید زنبور تخم بریزه، باید ملکه تخم ریزی خوب داشته باشه، باید اینا همه بررسی بشه. دیگه اینجوری نیست که شما برین آخر مهر ماه وای زنبور ما چرا تخم نریخت سر جمعیت نره. الان شروع کنین، به جای درمان پیشگیری کنین. بله، هم کمتر مصرف هم کمتر هزینه به نظر من. فکر میکنم ما کامل دیگه گفتیم، چند تا ویدیو ساختیم. همه بچه کانال اگه کانال دنبال کنن قطعا ویدیوهای خیلی خوبی داریم، همه چی گفتیم دیگه. باید خودشون دیگه بچه‌ها برن تو دل کار. من امروز یه ویدیو تو اینستاگرام گذاشتم، گفتم که بیشترش ماجراجویی خودتونه، جسارت خودتونه و میتونین یه زنبور عالی برای زمستون گذرونی و یه استارت بهاره داشته باشین. خیلی مخلصیم، خیلی دوستتون داریم. ان شاءالله که هر جا هستین شاد باشین، سلامت باشین. مخلصیم، خیلی دوستتون داریم، دم همتون گرم. بازم اگه نکته‌ای باشه میگیم، اگر خیلی تخصصی باشه مقاله می‌نویسیم در موردش. سایت رو سر بزنین، یوتیوب رو سر بزنین، باشین با ما. خیلی دوستتون داریم، مخلصیم. خدا نگهدار.